دو تا بیهیویر به موشن اضافه شده که ما هر دوتا رو توی این درس با هم میبینیم اگر شما بیایید توی بیهیویرز، کامرا و فریمینگ یا بیایید توی لایبرری بیهیویرز، کامرا و فریمینگ و اون رو اضافه کنید به دوربینتون چیزی رو حالا براتون توی قاب خودش میاره و تلاش میکنه بیاره که این اینجا درگ میکنید به طور مثال ممکنه جا کالری یکونیم رو بخوام برام فریم کنه و مثلا توی 6 ثانیه این کار رو انجام بده خب حالا ما اگر ببینیم توی 6 ثانیه از شرایط فعلی که داره میاد و کالری یکانیم رو برای ما فریم میکنه و اون رو قاب میکنه ممکن این چیز که شما میبینید براتون جذاب نباشه قاب براتون قاب مناسبی نباشه میتونید از فریمینگ آفست اون رو جابجا جا بکنید و مثلا بکنیدش یه همچین چیزی به طور مثال و حالا اگر ما ببینیم دقیقا به اون قابی میرسیم که خودمون تعیین کردیم نه اون قابی که خودش داشت تنظیمات دیگه اینجا وجود داره به طور مثال ایز این و ایز آوت که یکی از بهترین هاشه به نظر من یکی از بهترین قابلیت هاشه اگر شما ایز باوت رو بزنید میگه که هم اولش نرم حرکت رو شروع کن و هم آخرش نرم به این حرکت برس که میتونه بر ما خیلی مهم باشه عنوان دیگری که داره میتونید شما خودتون با تغییر دادنش به ماهیتش پی ببرید اما من اینجا یه تنظیماتی انجام دادم که به طور مثال این چهار تا عنوانی رو که داریم این بیهیویر ها رو بهشون نسبت دادم اول میاد سراغ کالر بعد میاد سراغ موشن فاناکات روی هفت و در نهایت رادان پس همونطور که شما میبینید میتونید از این بیهیویر فریمینگ چند تا داشته باشید و توی زمان مناسب خودش اون اتفاق براتون انجام میده مثلا کالر من اینجا از زمان یک تا هفتاد و پنج موشن فریمینگ هم یعنی موشن هم از هفتا پنج تا سد و همینطور الاخر به طوری که شما اینجا میبینید به صورت یه سیکونس خودشون در اومدن و همجوری دونه دونه انجام میشه تا در نهایت به رادان میرسه خب قابلیت دیگه که اینجا وجود داره و توی موشن چهار اضافه شده لینک هست لینک رو هم شما میتونید از طریق بیهیویرز پارامتر و لینک اضافه بکنید هم کار جالب دیگه میتونید انجام بدید که خود من به شخص برام جذاب تره من اینجا این نور رو انتخاب میکنم و میخوام وقتی دوربین اینجا هست نور زیاد باشه وقتی عقب میاد نور کم بشه پس میخوام اینتنسیتی لایت با جابجایی دوربین تغییر بکنه پس روش رایت کلیک میکنم لینک و حالا میگه با چی میخوای لینکش کنی من میخوام با دوربین لینکش کنم دوربین رو درگ میکنم اینجا و حالا چه چیزی از اون دوربین رو میخوام به این لینک بکنم پراپرتیزش ترانسفورمش پوزیشنش و پوزیشن Z علتش اینه که دوربین ما تو محور Z جا به جا میشه خب ما الان اگر بیام اینجا شما میدید همونطور که اینجا مشخص هست کالر ما دیده میشه اما وقتی دوربین ما عقب میاد نور اون تیکه زیاد میشه این دقیقا برعکس اون چیزی که من میخوام خب ما میتونیم بیایم اینجا و توی اسکیل به جای اینکه اسکیل مثبت داشته باشیم یعنی وقتی دوربین عقب میاد و زد ما زیاد میشه نور روشنتر و زیادتر بشه بالعکس وقتی که اینجاست و عدد کوچکتری داره این نور زیاد باشه شما خیلی راحت میتونید این رو بزنید مثلا منفی یک و دقیقا برعکس این اتفاق میافته الان زیاده همینطور که به ترتیب ما میام عقب کمتر خواهد شد اگر شما میخواین شدتش رو هم بیشتر کنید میتونید مثلا این رو بزنید منفی دو که خب حالا باز هم احتمالا قابل تشخیص خواهد بود همینطور که میبینیم عقبتر قطعا رو کمتر میشه تا دیگه به صفر میرسه این خیلی قابلیت جالبی خیلی استفاده ها میتونه داشته باشه به طور مثال شما میتونید جابجایی این رادامک رو باش کاری بکنید که این نوشته های دیگه بچرخن به ازاش یا اپاسیتیشون کم و زیاد بشه و حالا خیلی کارهای دیگه شما هر قابلیت رو توی, فا... توی موشن میتونید توسط این لینک به یک چیز دیگه پیوند بدید و به یک چیز دیگه وصلش بکنید خب این هم دو تا بیهیویر جدیدی که توی موشن اضافه شده